سلام علیکم، من زهرالملوکم. به کانال من خوش اومدین. با توجه به شرایط این روزا که همه این مردم درگیر مسئله حجاب و پوشش زنها تو ایران هستن، تصمیم گرفتم به پوشش زنای ایرانی تو دوره‌های مختلف بپردازم. پس با من همراه باشین. شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن. تو دوران صفوی لباس زنها از بسیاری جهات مثل لباس مردا بود. تنبان همونطور تا به قوزک پا میرسید، زنان با نیمچکمه پوستین پای خودشون رو میپوشوندن که 4 تا انگشت بالاتر از قوزک پاشون میرسید. زنها سرشون رو کاملا میپوشوندن و روی اون 4 قدی داشتن که به شونه هاشون میرسید. وقتی که میخواستن از خونه بیرون برن، حجاب بلند و سفیدی میپوشیدن که صورت و بدنشون رو بپوشونه. با روی کار اومدن قاجار، لباس زنها تو این دوره تا اندازه ساده بود و با لباس مردان چندان اختلافی نداشت. عموماً زنها پیراهنهای تنگی به تن می‌کردن که پارچه اونها بیشتر از نخ و ابریشم بود. زنها شلوار گشاد و بلند به پا می‌کردن و روی اون دامن گشاد و نسبتاً بلندی می‌پوشیدن که تا ساق پاشون می‌رسید. شلوار زنها گشاد و از پارچه راه‌را بود که به گونه‌ای مورب دوخته می‌شد. ولی لبه اون رو از پارچه دیگه ای انتخاب میکردن. اونها بیرون از خونه سر تا پای خودشون رو با چادر مشکی یا بنفش حاشیه دار بزرگ میپوشوندن. همچنین چاخچور به پا میکردن و روبنده سفید رو تو صورتشون میکشیدن که تا زانوهاشون هم میرسید. زنها تو دوره قاجار بیشتر تو پستو بودن و تو کارهای اجتماعی شرکت نداشتن. بعد از مسافرت‌های ناصرالدین شاه به اروپا و مشاهداتش از وضعیت پوشش زنان اروپایی تو دربار تاثیر بسزایی گذاشت. به تدریج موضوع کشف حجاب تو قالب تجددخواهی به محافل روشنفکری و اشعار شعرا نفوذ پیدا کرد و تو مطبوعات هم منعکس شد. روزنامه دیلی تو 12 خرداد سال 1306 یه خبری رو با عنوان بانوان عصر جدید ایران مبارزه برای آزادی نوشت. تو این خبر نوشته شده بود که مبارزه‌ای که بانوان متجدد و روشنفکر ایران برای آزادی شروع کردن ممکنه که دامنش با کشمکش بین اولیای امور و رهبران این نهضت کشیده بشه. همچنین گفته بود که شب گذشته قوای انتظامی به باشگاهی که زنای بی‌حجاب با لباس‌های شبانه آخرین مد پاریس با مردها اجتماع کرده بودند حمله کرده. مدیر باشگاه که علاقه زیادی به آزادی زنان و شرکت اونها تو مسائل اجتماعی داره بازداشت میشه و زندانی و هنوز هم معلوم نیست چه جرمی علیه اون اعلام خواهد شد. زنها اجتماعاتی تشکیل دادن علیه نادونی و عقب افتادگی. اونها اعضای انجمنی بودند که به عنوان مجمع کشف حجاب از سوی میرزا ابوالقاسم آزاد تشکیل شده بود. ابوالقاسم خان آزاد مراغه‌ای به همکاری همسر شهناز آزاد رشدیه، دختر میرزا حسن رشدیه، تو مرداد ماه 1299 نشریه‌ای به اسم نامه بانوان منتشر کردند. این نشریه تو زمانی منتشر شد که آزاد مراغه‌ای از مدتی قبل انجمن مخفی تحت عنوان مجمع کشف حجاب رو تأسیس کرده بود و جلسات این انجمن با حضور زنان و مردا تو منزل خودش و دیگر اعضای انجمن تشکیل می‌شد. تو این جلسات افرادی مثل یحیی دولت‌آبادی هم شرکت می‌کردند و به بحث و گفتگو می‌پرداختند. این مجمع بعد از مدتی فعالیت از روی شهربانی منحل و آزاد هم دستگیر و مدتی زندانی شد. فعالیت‌های اون برای کشف حجاب 4 بار اون رو راهی زندان و بعد هم تبعید کرد. از اواسط دهه 1300 انتقاد به حجاب دست کم تو تهران آسان‌تر شده بود. گروه‌های فعال جنبش زنای ایران از حجاب انتقاد می‌کردند. برای مثال نشریه عالم نسوان تو سال 1310 یه بحث رو درباره حجاب باز کردش و فراخونی برای این بحث چاپ کرد. پاسخ‌های موافق و مخالف داده می‌شد. در مجموع زنها از بی‌حجابی بسیار دفاع کردن و انحطاط اخلاقی جامعه رو از سرکوب زنها توسط مردان می‌دونستن. هدی شعراوی هم تو همین دوره تو سال 1302 تو مصر حجاب اسلامیش رو به نشانه حمایت از جنبش فمینیستی با اهدافی گسترده‌تر تو دریای مدیترانه انداخت. در دوره رضا شاه قانون کشف حجاب یک بار صادر نشد. تو دوره رضا شاه به تدریج لباس‌های اروپایی زنان ما کرست‌های بی‌حجاب قمرالملوک وزیری تو باشگاه ایران به بنیانگذاری تیمورتاش
وزیر دربار با نفوذ و نوگرای رضا شاه به میان مردم اومد. اولین شایعات پیرامون قانون کشف حجاب هنگامی پخش شد که رضا شاه تحت تاثیر اصلاحات دموکراتیک تو افغانستان قرار گرفته بود و امان الله خان و ملکه ثریا شاه و ملکه افغانستان تو سال 1308 به ایران اومدن. ملکه افغانستان بی حجاب بود و جنجالی در میان روحانیون ایران برانگیخت. اونها از رضا شاه خواستن ملکه افغانستان رو تو ایران مجبور به داشتن حجاب بکنه که رضا شاه هم قبول نکرد. تو همین زمان شایعاتی درباره تصویب قانون منع حجاب پخش شد. رضا شاه بعد از تنها سفر خارجیش به ترکیه تو 12 خرداد سال 1313 تحت تاثیر اقدامای آتاتورک قرار میگیره و تو این دوره هم ممنوعیت حجاب تو مدرسه های دخترونه پخش میشه و قانونی در این راستا تصویب میشه. رضا شاه ترجیح میده که مردم لباس متحدالشکل بپوشن، مردم کلاه پهلوی به سر بذارن و نسبت به تقلیدات دینی تو زمینه حجاب سستی نشون بدن. رضا شاه که شدیداً تحت تاثیر بی‌حجابی زنان ترکیه قرار گرفته بود، این مسئله رو بعد از یک سال از گذشت سفرش به ترکیه تو آذر 1314 به محمود جم رئیس الوزراء این چنین بازگو میکنه. نزدیک 2 سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته است، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشان در کارهای مملکت با آنها کمک میکنند. دیگر از هرچه زن چادریست بدم آمده. اصلا چادر و چاخشور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. درست حکم یک دومل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن نیشتر زد و از بینش برد. از این طرف بخشنامه کشف حجاب جهت تصویب رضا شاه تو تاریخ 27 آذر سال 1314 از طرف رئیس وزرا به دربار فرستاده میشه تا تو آغاز دی ماه فرمان اجرای رسمی قانون کشف حجاب به تمام ولایات ایران ارسال بشه. رضا شاه تو 17 دی ماه سال 1314 طی جشن فارغ التحصیلی دختران بی حجاب تو دانشسرای مقدماتی رسماً به کشف حجاب تاکید میکنه. تو روز 17 دی ماه سال 1314 تاج الملوک آیرملو همسر رضا شاه و دخترانش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم میرن. این اولین باری بودش که خانواده شاه بدون حجاب و روبنده تو مجمع عمومی ظاهر میشدن. از نزدیکای رضا شاه نقش شده بود که فرمان کشف حجاب برای رضا شاه دردآور بود، اما برای اطلاع زنه ایران این فرمان رو ضروری میدونست. زنه ایران تو دوران پادشاهی پهلوی اصلاحات بسیاری رو تجربه کردن که برای اولین بار تو تاریخ این کشور رخ میداد. تو اولین و مهمترین دوره زنها تو دوران رضا شاه موفق به دستیابی به حقوق مدنی و شهروندی شدن که همگی در انگام پروژه های نوسازی ایران نوین انجام شد. در دوران اون برای نخستین بار تو جامعه سنتی ایران زنان تونستن از خونه خارج بشن و درس‌های اجتماعی پا بذارن. اجباری شدن آموزش برای هم پسران و هم دختران و افزایش قشر باسواد هم موضوع مهم دیگر بود. تغییراتی هم رخ داد، اینکه زنان وارد اجتماع بشن و پیشه‌هایی چون آموزگاری و پرستاری و پزشکی و غیره رو بگیرن بدون اینکه پوشش و کارهای سنتی رو مثل روبنده و عدم سخن گفتن با نامحرم رو کنار بذارن ممکن نبود. بنابراین کشف حجاب از سوی حکومت صورت گرفت. با این وجود دیدگاه دیگری هم وجود داره که این اقدام رضا شاه رو در جهت مخالفت با اسلام دونستن. هم دوره با تحصیل دختر ایرانی که در منابع بدون حجاب دونسته شدن تو دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه تهران انجمنای صنفی زنان تو دوران رضا شاه گشایش پیدا کردن و برخی آرمان‌هایی شامل آزادی زنان از حجاب رو داشتن. با روی کار اومدن محمد رضا پهلوی قانون کشف حجاب لغو شد و حجاب اختیاری شد. همچنین برای اولین بار زنه این کشور تونستن پای صندوق‌های رأی برن و تو همه پرسی انقلاب سفید شرکت کنن که این وضعیت تازه‌ای رو برای زنها تو تاریخ معاصر ایران رقم زد. درست قبل از انقلاب 57 1500 تا زن تو مقام‌های ارشد مدیریتی تو سطح کشوری، 22 زن تو مجلس شورای ملی، 5 شهردار و 33% کل مشاغل آموزش عالی ایران به عهده زنها بود. مرسی که با این ویدیو هم همراه من بودین. یادتون نره که کانال منو سابسکرایب بکنین، این پستو لایک بکنین و نظرتون رو برای من کامنت بکنین.